درود دوباره به شما باشه دوستان عزیز، با من سعید همراه هستین و صفحه 178 کتاب اونیزیشرتای. اینجا میخوایم بریم نگاه کنیم ببینیم انواع اقسام اونت کنفت و اونت کنفته چیا هستن. از اونت کنفته چون ویده این وو من ایبنختت و من یازم اونت کنفت دیگه، یعنی هتل، یه جایی جای خواب هستش، بالاخره محل اقامت هستش. اوکی Also, ja, also wo man, wenn man, es, wir haben Ankunft darin, Unterkunft haben darin. Nachdem man angekommen ist, dann wird man ja, irgendwo kommt man unter. Also deswegen ist es ja Unterkunft. Also Reisende, die nicht im Hotel übernachten möchten, können zwischen verschiedenen anderen Unterkünften wählen. Muss auf Röcke, چیکار نمیکنن، تو هتل نمیخوان بخوابن، میتونن بین انواع اقسام اونتکونفت های دیگه، محل خواب های دیگه میتونن انتخاب بکنن. ما بریم ببینیم انواعش چیه، ولی قبلش اول جملمون رو عوض بکنیم. به جای راه زنده میگیم پاساژیر دی او د ولچه، از او پاساژیر ولچ دی نخت نکین انم هتل فبرینگن مکتن، پاساژیر دی دی نخت نکین انم هتل فبرینگن مکتن. Macht keinen Unterschied. Also wenn Sie es nicht in einem Hotel verbringen möchten, nicht übernachten möchten, wie sagen, verbringen möchten, haben viele andere Unterkunftsalternativen zur Auswahl. Oder es steht Ihnen viele andere Unterkunftsalternativen zur Auswahl. Oder haben etwas zur Auswahl oder steht Ihnen etwas zur Auswahl. اوکی اونتکومس آلترناتیون اونتکومس میتونستم اینجوری هم بگم فکر کنم من ازم اشتباه میگیرین اگال اونتکومس آلترناتیون به هم میچسبونیم اونتکومس آلترناتیون اونتکومس آلترناتیون کین آنو من میگم اونتکومس اونتکومس آلترناتیون اونتکومس آلترناتیون هستش. میتونید خط تیره هم بذارید بینش دوست داشتید. گاستهوف، واس ایست این گاستهوف؟ بریم ببینیم که انواع اقسامش چی هستش. گاستهوف ایست این üblicher Weise این ländliche گاسترونومی بتریب، بتریب داشتین تو ویدیو قبلیمون، گاسترونومی بتریب ده شپایزن و گترنک انبیتت و اوخ اینیگه اونترکنفت برایت شدل. به آلمانی معمولی یعنی که Gasthof ist ein Restaurant oder ein Lokal mit Essen. Also ein Gastronomiebetrieb, das heißt ein Restaurant ist es. Aber wo auf dem Land? Also ländlich, dann befindet sich das auf dem Land. Also in der Stadt gibt es keine Gasthöfe normalerweise. Die bieten Speisen und Getränke bieten sie an, Verbrauchermittel, weil Unterkünfte, einige Unterkünfte bereit halten. چند تا از این اونترکنفت ها دارن مثلا واسه خوابیدن و این چیزا، ولی بیشتر کارشون رستوران داری هستش. مثلا شما اگه دارین از این شهر به اون شهر میرین توی ده کوچیکی افتادین، باید بپرسین و ایسین و گیبسین هی ان گاستوف. اگه گاستوف باشه باید بپرسین که آیا جای خوابم داره یا نداره. ممکن بگن نه ما قبلا اتاق داشتیم ولی دی اتاق رو دیگه کرایه نمیدیم چون کسی نمیاد و فلان اینا، الان خیلی کمه دیگه گاستوف. Gästehaus hier heißt es. Gästehaus. Ein Gästehaus ist ein Beherbergungsbetrieb, der Unterkunft normalerweise für mehr als eine Nacht und in der Regel keine Speise anbietet. Gästehaus, wie es auch Toni heißt es, bisher Korrisch haben wir, was auch wieder heißt es, was Gaso Hornan nicht ist. بیشتر کارگرا میرن اونجا میگیرن، مثلا یه هفته میخوان برن رو باوشتله نمیدونم فلان جایی هستن کار بکنن، میرن گست هاوس میمونن. یا اینکه بعضی شرکت ها اصلا واسه خودشون گست هاوس کرایه میکنن و میدن به کارگراشون و خود طرف آشپزی میکنه تو، مثلا یه دونه کوخ هرد کوچولو داره که بتون روش غذا درست بکنه. هتل گارنی، این هتل گارنی ایست این هتل بتریب در بهربرگونگن فروشتوکون گترنک اون هرکسنس کلاینش وایزن انبیتر. اونجا میشه هتل گارنی، میشه خوابید، فقط صبحونه یه نوشابه های کوچیکی بهتون میده و اون کلانش بایزه، مثلا نون توست این حرف ها میده. یوگند هربرگه، یوگند هربرگه چی هستش؟ یوگند هربرگه مهم هستش.
هربرگر که میدونستیم یوگند هربرگر برای جوان ها هستش. این یوگند هربرگر ایست این به هرگونز بطریب این دیم این ارس لینی یونگ لویت تو مایس کورتز فریستگیم آفنتالت آفگنومن و این دیم شپایزن و گترنک نور ان هاوس گسته انگبوتن ویردن. میمشه دوستان من در باید آرومتر بخونم و آقای عجلهی میخونم چون فکر میکنم ویدیو زیاده وقتم گرفته نشه. اوکی. چی هستش؟ یه سیستمی هستش یوگند هربرگه که در تمام خیلی شهرهای آلمان نبخشه در دهات آلمان وجود داره، تو شهرها کمتر هست چون شهرام هستش، که شما میتونید به دوست بشید و اونجا بیشتر واسه جوان ها هست و یه اتاقه هستش چند تا تخت با هم هست. کسی که مثلا با روکزک توریست هستش با کل پشتی مسافرت میکنه میره یوگند هربرگه، فقط هم جوان ها نیست سالمند ها هم میرن. خلاصه اونجا شپایزن و گترنک ورد نو انهاز گسته، فقط اونایی که اونجا هستن، نمیشه از بیرون بیاد شما چیزی بخوری، فقط برای همین کسایی که هستن اونجا هستن مهمون هستن. یوگن هربرگن بیتن پروگرام و اکتیویتیتن فی زوانگسلوز پیداگوگیشه و ده هولونگ دینن ده زوکن. خلاصه برنامه های مختلف هم دارن که شما میتونید برید مثلا از موزه ها بازدید بکنید، کار ورزشی بکنید، سمینار بزنید، ورکشاپ میذارن تو یوگن به هربرگ ها و از این برنامه. واسه هم ویه نخ وی هم کور پنزیون دس کور هایم ایس این این اینم هایل باد و ده کور اورت گیگنت به هربرگ اونز بتریب اس ایست اوزگریختت ان دن ایندیکاسیونز تیپیشن بدرفنسن دس کورگاستس. خب کور به این واسه چیز درمانی هست، شما میگی میرین ممکنه بهتون میگن ایشکی آف کور من آرتس هات می این کور ام فولن، چه میدونم مخ این کور ان نورز این کور اورت ایش وونه این انم کور اورت ممکنه بهتون بگن. این کلمه کور مثلا شهر رامسر دماوند، رامسر قبلا هم شهر کور اورت بوده مثلا در ایران که چشمه های آب گرم داشت و فلان، اینو واسه درمان آدم میرفته اونجا. پس اونجا یه دونه تو این کورورت کورپنزیون یا کورهایم وجود داره که دس ایس این هایل باد، همین مثلا آب گرم و این چیزا هستش و خلاصه به اون متصل هستش. اوکی اس ایس اوسگریتت و برای ایندیکاسیونز تیپیش، ایندیکاسیون یعنی چیزی که نسخه دکتر، روش درمانی که دکتر نوشته به اون روش درمان تیپیش اونجوری رو احتیاجات کورگاست. مثلا برفت شما بیماری پوستی دارین، بهتون میگن که شما اون کورورت میرین باید همه همومه مثلا گوگرد بکنین. اگه بیماری تنفسی دارین ممکنه شما رو توی یه دونه غار ببرن که توش نمک وجود داره، یا تو کوهستان باشین مثلا به وقتون آبلی گچ سر یا همچین جاهای برای کور. این هم دست کن آه کور اورت زن از لفت کور اورت هستش اون وقت. اوکی دس از دس. بریم بعدی. این ویدیومون طولانی میشه دوستان و حواستون باشه و خسته شدید برید یه خستگی در کنید بیه. بعدش چی داریم؟ داریم اپارتمن هتل داریم یا اپارت هتل. اپارتمن هتل هستش این اپارت هتل او ده اپارتمن هتل است این هتل in dem die Unterbringung in Studios oder Apartments erfolgt. Okay, alles klar, das ist ja ganz leicht. تو آپارتمان آدم زندگی میکنه دیگه. یعنی مثلا توی ساختمانی هستین مثل ساختمانی که توی ایران هستش 10 تا 20 آپارتمان هست، یه دونه از آپارتمان ها کرایه داده میشه یا استودیو بهش هم میگن، ممکنه مثلا آپارتمانش کوچیک‌تر هم باشه. باورنهوف چی هست؟ شما تو باورنهوف هم میتونید اورلاب بکنید، یعنی که برین باورنهوف بوکینگ بکنید، یعنی مزرعه کشاورزی. این باونهوف ایس این اکتیو به ویرچافت در لند ویرچافتلیشر بتریب این دیم فول اون نیبن ایورب گفیرد ورد. میتونید بوک بکنید مثلا برید چه میدونم در جنوب آلمان، شمال آلمان، کوهای آلپ، باونهوف اونجا اولابتون رو اونجا بگذرونید. بعدش گاو و گوسفند و خوک و این چیزا هم هست و بعضی هم اصلا میرن کمک هم میکنن، میرن یک ماه تو باونهوف اورلاب بوک میکنن، اونجا هم میرن شیر میدوشن، نمیدونم
تراکتور سوار میشن و کار کمک میکنن، خیلی دوست دارن این کار میکنن، واسه بچه ها خیلی کار خوبی هست، بچه ها عاشق اینن. Boarding house. Das Boardinghaus in als Englisch simiert oder Service Apartment ist ein Beherbergungsbetrieb in den städtischen Umgebung دوروبر شهر، یعنی تو شهر هم هستش. In dem die Unterbringung für längere Zeit erfolgt. یه ذره بیشتر میمونه، مثلا یه هفته دو هفته ممکنه حتی یه ماه بمونه آدم. Boarding house میشه دیگه، da ist man on board. Der Service reicht von sehr geringem Angebot bis zu einem hotelmäßigen Room Service. Da Service هایی که هستش از خیلی کم هستش، یا اصلا هیچ، فقط بیان فقط ملافه عوض کنن فلان، تا اینکه مثل یه هتل بدون غذا هم بدن. Ein Ferienhaus. Ferienhaus مثل Ferien Apartment هست، مثل Apartment Hotel هستش یا Apartment هستش. بماشه مثل Ferien Wohnung هست یا Ferien. فرق نداره. همش یکی تقریبا. فیدین هاوس دس فیندت این انم هاوس شتت است این زیر سپ است این سپارات اونترکومفت فرایشتندس هاوس ارایان او دوبل هاوس میت میت eigenem Sanitärbereich und Selbstverpflegungseinrichtung, in dem der zum vorübergehenden Aufenthalt Gäste gegen Entgelt aufgenommen werden. Das sind جملات قلمبه سلمبه سو. یه دونه اونترکوفت سوا هستش که چی هستش؟ این فرایشتندس هاوس هستش، یه دونه خونه تکی هستش که دورش هیچی نیستش، یعنی چرا همسایه اینا هستن ولی دیوار به دیوار نچسبیده، بلکه وسط یه دونه زمین بایستاده، دورش باغچه هست و فلان اینا. و در غاین هاوس هستش که خونه هایی هستن که به هم چسبیده هستن، پشت سر هم هستن. ببخشید، فرایشتین دس هاوس از ویکلی فرایشتین، دوربرش یکی نیست. غاین هاوس خونه هایی هستن که مثلا تو خیابون بغل دست هم بغل دست هستن، تو این فیلم های امریکایی زیاد دیدین حتما. و در دوپل هاوس هلفته، و در دوپل هاوس بهش میگن. دوپل هاوس اینه که دو تا خونه هستش قرینه ای هم دیگه هستن، دیوار به هم چسبیده هستن. موقعی که طرف آرشیتکت میخواد ساختمون بسازه، یه دونه زمین بزرگ داره، عوض اینکه یه دونه خونه روش بسازه دو تا میسازه، و این دو تا معماریشون یکی هستش، قرینه هم دیگه هستن، بهش میگن دوبل هاوس یا دوبل هاوس هلفته هم بهش میگن. خب اینا همه واسه خودشون سانیتر برایش دارن، یعنی دستشویی یا حموم این چیزاشون سوا هستش. سلف فلیگونس اینریختونگ دارن، یعنی آشپزخونه دارن، و حتی چه میدونم اسمش چیه، ماشین رخشویی و فلان اینا دارن. ده توم فرو بگهین دین آفن هست موقتا به مهمون ها داده میشه گیگین انتگلد، گیگین به تسالونگ، اوکی، گیگین به تسالونگ وردن گست آفگنومه. فیرین وونو آخرش، فیرین وونو چیه؟ ایست اینه ابگشلوسن اینهایت اینهاب اینس هاوسس میت eigenem Sanitärbereich und Selbstverpflegungseinrichtung. خب ferienwohnung مثل همون بالایی هستش، باز داره تقریبا فقط این یکی وونونگ هستش. حالا اون آپارتمان هم وونونگه دیگه، اون بالا داشتیم، اونم وونونگ توی یه دونه ساختمون هستش، داخل ساختمون هستش، یه دونه آپارتمان ساختمونی هستش. اوکی، اینم Sanitärbereich داره، Selbstverpflegung داره، اینم همه چی داره دیگه، مسلمه خب آشپزخونه داره و دستشویی و حموم و همه چی داره. این دیم چون فرو بگیرنده آفنهالت گست گیگن انتگلت، اینم باز رو پول میخواد، فرو بگیرند مثل همون جمله هستش. دی چون اوبیکت زوگهوریگه تراسه او ده بالکون شتیت ان گستن فی دی داور ایرس آفنهالت زو فرفیگونگ. دی چون اوبیکت زوگهوریگه، اون تراس و بالکونی که به اون اوبجکت، به اون ساختمون تعلق داره، برای مدت موقتی در دسترس مهمونایی هستش که اونجا هستن. اوکی، پس میش رو بالکن هم رفتش، ایبی نداره، در بالکن قفل نیستش، اونم دیگه مسخره است، بالکن داره آدم نتونه بره بالکن، اونو خونه رو اجاره کرده ولی اجازه نداره بری بیرون، دست گیت نشد. اوکی دوستان عزیز، اینم از این ویدیو در مورد اون تکون، انواع اقسامش دیدیم دیگه. حالا اگه خواستید بوک بکنید یا نمیدونم برفرض از این نامه ها هستش که میمیسین بشورد بریف، البته شما دیگه بیتس وای هستید و سی هنیز هستید، بشورد بریف نباید بمیسین دیگه، ولی خب ممکنه در زندگی اتفاق بیفته،
آدم فرقاش یه ذره بدونه چه یه چیزی خواستیم بوک بکنیم. اوکی دوستان، مواظب خودتون باشین تا ویدیو بعدی.